سلام دوستان وقتتون به خیر باشه با شبنامه در خدمت شما هستیم امروز در آغازی ترین ساعت روز کمی بعد از اینکه هوا کمی روشن می شود با انفجارهای مهیبی توجه ها جلب میشه به شمال فلسطین اشغالی رزمندگان مقاومت لبنان عملیاتی انجام میدن که هر چه جلوتر میرویم تازه جزئیات بیشتری درباره این عملیات روی خروجی رسانه ها میره تازه داره مشخص میشه چه کارهایی انجام دادن گروه های مختلف تبریک هایی گفتن رژیم واکنشهایی داشته اتفاقاتی را بخشش رو تصاویرش رو منتشر کردن و یک سخنرانی بسیار مهم هم در خصوص عملیات امروز عملیات اربعین دبیر کل مقاومت لبنان داشته که میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم من به طور خیلی خیلی خلاصه اول یک توضیحی بدم از مجموع اتفاقاتی که رخ داده در این عملیات 13 پایگاه رژیم سهیر سی مورد هدف قرار گرفته از نگاه کارشناسان آن چیزی که رخ داده است یک آتشبار تمام ایار بوده بیش از 300 موشک و 20 پهباد به سمت فلسطین اشغالی شلیک شده این عملیات مرحله اول عملیاتی بوده که رزمندگان مقاومت انجام دادن یک قایق جنگی رژیم صهیونیستی قایق که میگم البته چیزی در حدود 19 خدمه داشته مورد هدف قرار گرفته مقاومت لبنان فرودگاه رژیم صهیونیستی رو به حالت تعطیل درآورده آورده جی پی اس ها و موقعیت نشان دهنده ها در شمال فلسطین اشغالی دچار اختلال شدند در مرحله اول عملیات برق بخشی از شهرک های رژیم در شمال فلسطین اشغالی به طور کامل قطع بوده بعضی از دوستان به من میگن که شما چرا درباره عملیاتی که دارید صحبت میکنید فیلم و عکس خیلی نیست اگر یه بررسی بکنید میبینید بخشی از عملیات رو در پایگاه های نظامی رژیم انجام داده شهرک ها اگر فیلمی هم منتشر کردن از دور بوده و مسئله مهمتر این که بخشش رو آخر شب هم انجام نداده بالاخره آخر شب هم یه جماعتی بیدار هستن منتها خروسخون اون ابتدای صبح که انجام میدی تقریبا همه خوابن ملت این روزا در سر تا سر دنیا عضو باشگاه پنج صبحیا دیگه نیستن همه عضو باشگاه لنگ زوریا شدن بیشتریا میگیرن میخوابن عمده دلایلی که نشون میده فیلم ها و تصاویر کمی از عملیات وجود داره به خاطر همینه اما از اصابت ها فیلم کم نیست از پرواز پهبات ها زیر جنگنده های رژیم در حالی که جنگنده ها توان مقابل باشون ندارن تو بعضی از فیلم ها هست دیده میشه زدن پهپاد دیده میشه در بخشی پهپادها در حال عبورن و جلوی چشم دوربین ها به اهداف میخورن اینها همه چیزهایی بوده که جزئیاتش رو با هم بررسی خواهیم کرد اهدافی نهایتا با کمتر از 1500 متر فاصله تا تلاویو زیر ضربه رفته اینها اتفاقات مهمی است که بهش میپردازیم دبیر کل مقاومت لبنان در صحبت‌های امروز خودش بر این تاکید کرده که این صرفا مرحله اول عملیات بوده اگر مهمترین بخش از صحبتهای آقای سید حسن نصرالله رو بخوام خدمت شما ارائه بدم شاید یکیش این بخش باشه که ایشان تاکید کرد ما سانسورها و آسیبهای رسیده به اهداف اصلی را بررسی میکنیم اگر راضی کننده بود عملیات ما تمام است اما اگر راضی کننده نبود برای خود حق ادامه عملیات را قائل خواهیم بود این شاید از نظر بعضی یه مثلا از نظر خیلی جالب باشه بگن اچه حرف قشنگی زد اصلا اینجا حرف خاصی و قابل تعملی رو دبیر کل مقاومت داره میزنه دبیر کل مقاومت اینجا داره میگه که ببین از اینجا به بعد تو منتظر این نباش که من مثلا یا ایران یا دیگران هزار تا پرتوبه در آسمان بفرستیم و بگیم عملیاتمون تموم شد نه ما صبر کنیم نگاه میکنیم ببینیم به اهداف خورده است یا نه تو اگه 99 درصدش هم تو آسمون زده باشی بعدش بیای بگی آخ جون زدم من دیگه نمیگم که خب تموم شد دیگه من عملیاتم انجام دادم هزار تا فرستادم نه من میخوام به اهداف بخوره اگر ببینم که به اهداف نخورده است بر اساس آن چیزهایی که تو میگویی من دوباره عملیات انجام خواهم داد این اون چیزیه که دبیر کل مقاومت داره یادآوری میکنه و تاکید کرده که با در نظر گرفتن مواردی که هست تصمیم گیری برای ادامه عملیات گرفته خواهد شد گزارش های مختلفی هم روی خروجی رسانه های رژیم رفت که بر این تاکید میکردن ما قصد تقابل نداریم اگر این دوره اول عملیات بوده و اگر ادامه پیدا نکنه ما درگیری رو ادامه نمیدیم این هم از جمله چیزهایی است که رژیم داره گفته میشه اینا ممکنه فردا بخوان عملیات رادیکالی انجام بدن ولی مدل بزدلانه اینها معمولا همینه که وقتی عملیاتی انجام میشه در ساعت اول سعی میکنن خودشون رو بچه مرتب و با عدب و با شخصیتی نشون بدن که از ادامه شلو گیری بکنن عبور میکنم میخوایم بپردازیم به صحبت دبیر کل مقاومت لبنان ایشان در سخنرانی امروز خودشان بر این تاکید کردند دشمن با حمله به زاهیه جنوبی و به شهادت رساندن سید فواد و چندی غیر نظامی عامل اصلی تنش است با توجه به همزمانی عملیات با روز اربعین این عملیات نیز اربعین نامیده شد پیشتر هم گفته بودیم تاخیر در پاسخ جزی از مجازات دشمن است اما عامل دیگران مذاکرات آتش بس و همفکری در خصوص نحوه پاسخ به سهیونسا بود ما فرصت کافی برای انجام مذاکرات را داریم چرا که هدف این جبهه جانفشانی های آن متوقف کردن جنگ غزه است تصمیم بر این شد که هر گروه از محور مقاومت به تنهایی اقدام کند و زمانبندی حمله متفاوت است با توجه به هدف قرار دادن غیر نظامیان در لبنان ما تصمیم گرفتیم که زیرساخت ها و غیر نظامیان را هدف قرار ندهیم و با یک مکان نظامی حمله کردیم مقاومت لبنان مسئولان ترور سید فاد را مجازات خواهد کرد در عملیات ترور شهید فعاد سازمان اطلاعات نظامی و نیروی هوایی رژیم شرکت داشتند و ما مکانی را هدف قرار دادیم که با عملیات ترور در ارتباط بود ما پایگاه مورد نظر که عملیات از آن انجام شده محل استقرار نظامیان و سازمان اطلاعات ارتش رژیم و تیپ 8200 را هدف قرار دادیم فاصله پایگاهی که ما مورد هدف قرار دادیم تا مرز لبنان 110 کیلومتر و فاصله آن با تلاویف 1500 متر است علاوه بر این پایگاه چندین مرکز نظامی در جولان و الجلیل را هدف قرار دادیم 300 موشک کاتیوشا برای سردرگمی سامانه گنبد آهنین شلیک کردیم تا پهبات ها به اهداف برسن بله منم توی گزارش که میدیدم به این اشاره شده بود که عملیات اول پهبادیه شما حالا اگر بررسی کنید میگید خب موشکا به پرواز در اومده چرا اینا میگن عملیات پهبادی موشکا پوششی بوده است برای اینکه پهبات ها بتونه با موفقیت بیشتری به سمت اهداف حرکت بکنه و این آن چیزی است که آقای دبیر کل داره بهش اشاره کنه ایشان تاکید کردن پایگاه اسرائیلی هدف بیش از 300 موشک کاتیوشا قرار گرفته و برای اولین بار است که پهپادها از منطقه های مورد نظر شلیک میشوند هیچ سکوی شلیک موشک ما قبل و بعد از این عملیات را مورد هدف قرار نداده و به ذراتخانه پهبادی حمله نشده چون رژیم ادعا کرد که من رفتم جنگنده های به پرواز درآوردم قبل از اینکه اینا بیان من اینا رو زدم که همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم یواش یواش خسارت های این حمله داره مشخص میشه خود سهیونیستا دارن میگن آقا چرت و دارید میگید هیچ فیلمی هیچ تأثیری چیزی از حملاتت منتشر نکردی در صورتی که قبلا همواره متحد میدونستی خودت رو به اینکه به هر چیزی و هر حمله که انجام یه فیلمی در کنارش باشه و از اونها به کنار این حملاتی که انجام شده در دره ها در کوه ها و امثال اینها هیچ ضربه به هیچ کدام از رزمنده مقاومت نزده سکوی رو مورد هدف قرار نداره این عملیات خودش رو با موفقیت انجام داده رژیم هم مشخص نیست داره از کی صحبت میکنه ادامهش رو با هم ببینیم دبیر کل مقاومت لبنان در ادامه بر این تاکید کرد ما تصمیمی بر استفاده از مشکای راه راهبردی نداشتیم اما در آینده و چه بسا آینده نزدیک از آنها استفاده کنیم مخازن موشکهایی که اسرائیلیها ادعای هدف قرار دادن آن را میکنند دروغ است و ما بیشتر هم تمام آنها را تخلیه کرده بودیم البته مکانهای هدف قرار گرفته شده که ارتباطی به حمله ما نداشت و سکوهایی که برای حمله آماده شده بودند هیچ آسیبی ندیده آنها ادعای دستاورد اطلاعاتی و آگاهی از زمان بعدی عملیات دارند در حالی که تحرکات مجاهدان ما موجب شد متوجه حمله شوند و با این حال نتوانستن جلوی آن را بگیرند میگه ما وقتی حمله رو شروع کردیم به شکلی بود که میشد تشخیص داد ما داریم عملیات میکنیم ولی با این وجود رژیم نتونست کار خودش را انجام بده رزمندگان مقاومت با موفقیت عملیات خودش را انجام دادن این پایانی بر یک عملیات نیست این آغاز یک عملیات این عملیات احتمال داره سه مرحله باشه بخش اولش و بعد جاهای دیگری حملاتی رو خواهند کرد این الان اون چیزی که همه دارن ازش صحبت میکنن میدونید آقای سید حسن نصرالله در سخنرانی خودش تاکید کرد قبلش هم های رژیم بر این تاکید کردن که موساد یگان 8200 و یکی دو تا مقر اطلاعاتی در رژیم در نزدیکی تلاویف از جمله جاهایی بوده که مورد هدف قرار گرفته حالا باید صبر بکنیم ببینیم که آیا فیلم ها و تصاویری از این ماجرا روی خروجی رسانه ها خواهد رفت یا نه آقای سید حسن نصرالله تاکید کردن در صحبت خودشان که عملیات یک عملیات مقدماتی بوده ادامه داره و اگر متوجه بشن اهداف عملیات اول ناموفق بوده یا کافی نبوده عملیاتهای دیگری اجرا خواهد شد این پیام خیلی واضحه برای رژیم صهیونیستی یعنی تو غیر ممکن بدون که از این به بعد ما بخوایم عملیات انجام بدیم و تو بیای بگی مثلا من انقدر از فرتوبار رو زدم تمام نه نه تو اگر انقدر از فرتو بار زدی یعنی من اون اهدافی که میخواستم بزنم او نتونستم بهش برسم پس من ادامهش میدم من به سبک خودم ادامه میدم اگر رژیم پیام امروز سید حسن نصرالله رو دریافت بکنه یعنی اینها فهمیدن که میخوان از تنش جلوگیری بکنن اما اگر دریافت نکنن مطمئن باشید مقاومت لبنان و نیروهای مقاومت به شکل گسترده تری به رژیم پاسخ خواهند داد و این ماجرا ادامه پیدا خواهد کرد در سطح بسیار بالاتر امروز آقای سید حسن نصرالله بر این هم تاکید کردن به مردم لبنان درود میفرستیم و انشاالله این جهاد و پایداری از سوی آنها قابل قبول باشد درود میفرستیم بر تمام مجاهدان جبهه جنوب جبهه یمن و عراق و همه جبهه های پشتیبانی همانطور که میدانید اسرائیل از همه خطوط قرمز عبور کرده و فرمانده ما را به شهادت رسانده اتفاقی که امکان نداشت ما از آن عبور بکنیم اسناد ما میگویند که عملیات با موفقیت انجام شده اهداف زیر ضربه رفته البته دشمن با سانسور شدید و دروغ پردازی آن را پنهان می کند این مسئله هست که خود سهیونستان بهش اشاره کردند، اول قرار بود که بیان درباره این حملات سرنظرهایی نظرهایی بکنند بعد خود مقامات سهیون به شک افتادن و بینشون اختلاف افتاد سهیونستان به این جنبندی رسیدن که فعلا درباره این مسئله بیشتر صحبت نکنند. من لازم هست بر این چند نکته از صحبت بسیار مهم دبیر کل مقاومت لبنان اشاره بکنم ایشان در بخشی از صحبت خودشان تاکید کردند که یک زمانی می میگفتند اگر پاسخ بدهید اسرائیل فلان کار را میکند این که اسرائیل فلان کار را میکند گذشت طی حمله امروز ما سراسر سرزمین های اشغالی را تعطیل کردیم اهدافی که اینها زیر ضربه بردن یک گستره از عملیات رو شامل میشد که فقط مربوط به مراکز مرزی نبود و وادار کرد رژیم صهیونیستی رو که تا 48 ساعت آینده وضعیت اضطراری اعلام بکنه و بخش قابل توجهی از فعالیتای خودش رو به حالت توقف در بیاره ایشان در بخش دیگری از صحبتای خودشان برای این تاکید کردن که لبنان دیگر ضعیف نیست که به آن یورش ببرید اگر کسی در این جمله ایشان شک داره هرچند من اینو دارم میخونم برای بخش دومش که خیلی مهمه اگر کسی در این حرف شک داره نگاه بکنه 320 سوزه این داره با زبون و بی زبونی میگه بیا یه درگیری زمینی بکنیم تو که انقدر نترسی تو که انقدر خفنی تو که انقدر شروری تو که انقدر بزن بهادری رفتی تو غزه داری همه کار میکنی بیا آقا میخوایم با هم شیم دیگه بیا رو زمین ما میخوایم با هم صحبت بکنیم از چی میترسی نه میدونه که لبنان غزه ای نیست که با جهان بیرون بی ارتباط باشه تمام آنهایی که در محور مقاومت سالهاست آموزش دیدن بچه های مقاومت اونهایی که در یمن هستن در عراق هستن در نقاط مختلف هستن تک تک اینها یگان های قدس دارن تک تک اینها یگان هایی دارن که اینها آمده است برای اینکه فلسطین رو آزاد بکنه. این دارن بکنن دارن ثانیه شماری میکنن رژیم اینها رو میفهمه رژیم اینها رو میفهمید آقای دبیر کل بر این تاکید کردن لبنان ضعیف نیست که به آن یورش ببرید ممکن است روزی ما به شما حمله کنیم تا اینجا در این سالیان گذشته هیچ وقت دبیر کل مقاومت لبنان حرف غلطی نزده ده سال گذشته بعدا دیدن ا اونجایی که میگفت ما در فلان نقطه میرسیم رسیده ما فلان کارو میکنیم شده فلان حرکت رو زدیم مطمئن باشید روزی خواهد رسید که این سلاخ چهل هزار آدم کشته در فلسطین اشغالی و غزه بشینه ارعر بکنه بگه آقا من مظلومم اینا دارن به من ظلم میکنن خواهد رسید همچین روزی و ظلمی در کار نیست صحبت هایی هست به جهت اینکه توضیح بدهیم هر کسی باید به خانه خودش برگردد و آنجا زندگی کند من لازم هست خدمت شما دوستان عزیز ارز بکنم در عملیاتی که امروز انجام شد همونطور که آقای سید حسن نصرالله گفتن چیزی در حدود 13 پایگاه رژیم و مناطق مختلفی مورد هدف قرار گرفتن فیلمی منتشر شد از مورد هدف قرار گرفتن یک قایق رژیم سحیان سی قلط قایق که میگه یه شناور 20 چند متری که اینا اومدن گفتن آقا شاید اصلا آهنین زده خیلی درباره شرف نزنید شما اگر به فیلم دقت بکنید پرتابه قشنگ مشخصه که هدف و شناسایی کرده گم دا آهن این فیلم های اصابت های دیگهش هست اگر دقت بکنید مشخصه که این داره از هدف فاصله میگیره و بعد به یک گوشه سقوط میکنه سقوط ماننده اما توی این فیلم قشنگ مشخصه که هدف رو شناسایی کرده حالا من با این بحث کاری ندارم به هر جهت آن چیزی که ما میفهمیم این هست که رژیم با ضربات ویژتری روبرو خواهد شد و خودش سامانه های پدافندی شیصای از این دست یارای مقابله در یک نبرد تمام ایار برای نجات سهیونستا رو نخواهند داشت سایت های مختلفی زیر ضربه رفته اسرائیل هیوم اشاره کرده مقامات رژیم به طرف های میانجی اعلام کردن اگر مقاومت کاری نکنه و به همین بسنده بکنه ما جنگ رو گسترش نمیدیم دنبال عملیات نیستیم ممکنه دروغ و برای سرد کردن مقاومت باشه ولی به هر جهت ترس سهیونستا رو به خوبی نشان میده بعد از حمله ای که امروز مقاومت انجام داده سهیونیستا فرودگاه های اردن، مصر، قبرس و یونان رو بسته به نیازهایی که دارن جایگزین کردن و از این فرودگاه ها دارن استفاده میکنن اظهار نظری از بخشی از چهرههای سیاسی رژیم از جمله نایب رئیس پارلمان رژیم توجه رو به خودش جلب کرده که گفته ادعای دولت اسرائیل در مورد حمله پیش به لبنان نوعی تفره رفتن بوده و این موضوع بسیار مایه تاسف است اینا گیج گیجن نمیفهمن مقاماتشون دارن درباره چی صحبت میکنن کلافه هستن از واقعی که اتفاق افتاده تعدادی از نظامی های صهیون در حملات اخیر کشته و زخمی شدن رژیم فعلا به شش کشته و زخمی اعتراف کرده بعضی از فعالان رسانی به این اشاره میکنن که ما احتمالا در روزهای پیش رو باید منتظر اعلام تلفات از سوی رژیم باشیم که این مسئله بعیدی نیست اینها بدیهیاتی که هر بار بعد از حمله از سوی مقاومت دیده میشه نتانیاهو در صحبت های امروز خودش اشاره کرده به اینکه این پایان ماجرا نیست دبیر کل مقاومت لبنان و رهبر ایران بدانند عملیات پیشگیرانه امروز گامی در جهت تغییرات شرایط در شمال بود تقریبا همه آن چیزی که اینها بهش میگن عملیات پیشرسانه رو مسخره کردن خود سحینسا مسخره کردن و ما باید صبر بکنیم ببینیم که تبعات عملیات مقاومت لبنان بر اتفاقات داخلی رژیم چگونه خواهد بود این که میگن مسخره کردن و حملات مقاومت تبعات خواهد داشت به خاطر اینی که الان اثر نظری از گالانت توجه ها رو به خودش جلب کرده که گفته اگر میخوایم مسئله شمال رو حل بکنیم بریم زودتر آتش بس بکنیم رسانای رژیم سهینسی در اولین واکنش به پاسخ کوبنده امروز مقاومت به نقل از گالانت وزیر جنگ رژیم تاکید کردند که مبادله اسرا که منجر به راه حل پایان درگیری در شمال میشود باید در اولویت باشد بهتر از من در جریان هستین علاوه بر واحد سانسور رژیم نتانیاهو از وزرا و نمایندگان رژیم آنگونه که شبکه دوازده تلویزیونی رژیم گفته خواسته که نسبت به عملیاتی که صورت گرفته هیچ اثر نظری نداشته باشد ما شاهد بیانیه های مختلفی بودیم بعد از حمله مقاومت لبنان هماس ضمن تبریک عملیاتی که انجام شده تاکید کرده پاسخ قاطع مقاومت لبنان ثابت کرد که جنایات دشمن بی پاسخ نخواهد ماند بیانیه مفصلی از سوی حماس منتشر شده من از همه این بیانیه عبور میکنم که فرصت بکنیم بقیهش رو با هم بررسی کنیم. ویدیویی از خبرنگار بی بی سی توجه ها رو به خودش جلب کرده در اسار نظری گفته حملات وسیعی انجام دادن تا چند کیلومتری تلاویف صورت گرفته بی سابقه بوده اسایل محدودیت های شدیدی رو در نظر گرفته که هیچ خبری و هیچ محتوایی انکاس پیدا نکنه و میزان خسارات و تلفات که به بار آمده است منعکس نشود فاینانشال تایمز هم در گزارشی درباره آن چیزی که اتفاق افتاده بر این تاکید کرد که اغلب موشک مقاومت لبنان اهداف را زیر ضربه برده و مناطق مرکزی هم از جمله بخشایی بوده که در این حملات مورد اصابت قرار گرفته است خبر خیلی زیاده اثر نظر خیلی زیاده درباره بایکوت حمله امروز درباره فیلم انتقال جنازه ها و زخمی ها از همه اینها عبور میکنم پایگاه خبری آکسیوس گفته احتمالا باید در ساعات پیش رو منتظر حمله از سوی ایران باشیم و این صرفا چیزی هست که مقاومت لبنان انجام داده پایگاه های ابری هم به همین اشاره کردن گفتن احتمالا در روزهای آینده یا در ساعت آینده منتظر حمله ایران باشیم حالا باید ببینیم که ایران کدوم رو دوست داره انتخاب بکنه ایران دوست داره بعد از این حمله ای که انجام شد دوباره یک بیدار باش به کل فلسطین اشغالی داده بشه دوباره بیدار بشن بشینن نگاه بکنن بعدا ضربهش رو بزنه یا در ساعت پیش رو میخواد از این فرصت استفاده کنه الان برای قضاوت زوده باید بکنیم ببینیم که چگونه خواهد شد من طولانی ترش نمی کنم خیلی خبرهای مختلف بود که از همش مجبور شدم عبور بکنم دفتر سیاسی جنبش انصالله یمن تاکید کرده بر اینکه تبریک میگه به مقاومت لبنان و این عملیات رو یک اقدام قهرمانانه از سوی اینها میدونه و گفته که یمن پاسخی در پیش داره اون هم به زودی پاسخ خودش رو به مقاومت خواهد داد اینها صرفا بخشی از اتفاقات اخیره اگر نکته داشتین اضافه بکنید من فراموش نکنم آقای ابو عبیده سخنگوی رزمندگان فلسطین در غزه هم در پیامشان خطاب به رزمندگان مقاومت تبریک گفتن و بعد تاکید کردن این عملیات گواه دیگری است که تغییر واقعیت های استراتژیک بعد از طوفان الاقصی اتفاق افتاده سر تا سر جبهه برف خواهد شد و به روند تصادی خود ادامه می دهد. دشمن راه فراری از تاوان دادن ندارد و هیچ مرزی برای ضربه به آن وجود نخواهد داشت بله بسیار حرفای دقیقی هست سالا با سب بکنیم ببینیم که در آینده پیش رو ماجرا چگونه خواهد بود اگر نکته بود برای من بفرستین دعا برای رزمندگان و مقاومت فراموش نشه جوشن سقیر فراموش نشه صدقه کنار بذارید تظاهرات اگر دیدید شرکت بکنید یه خدا قوت بگم به همه عزیزانی که در مسیر پیاده روی آقا امام حسین بودن شاهکار با شکوه بینظیری که اتفاق افتاد امروز فیلم ها و تصاویر را میدیدیم هر ثانیه هر لحظه برای همه پیاده ها آنهایی که در مسیر کربلا بودند و آنهایی که در جایجای ایران امروز پیاده روی برگزار کردند دعای خیر کردیم آرزوی موفقیت کردیم برای تک تکشون این رزم آخر و زمانی شما بود بسیار لذت بردیم از این رزم آخر و زمانی از خدا برای شما بهترین ها رو طلب میکنیم فکر نمی کنم نکته دیگری بمونه فقط بر یک چیزی تاکید میکنم در هفته تبلیغات هستیم برای تیم ما بسیار مهمه برای تیم ما هفته تبلیغات بسیار مهمه مستقل داریم پیش میریم از این جهت درخواستمون از دوستانمون این هست اگر اجرای ما فعالیت ما روند ما مورد پسنده اگر احساس میکنید که این تیم ارزش حمایت کردن داره اگر فکر میکنید که دوست دارید از ما حمایت داشته باشید ما رو خوشحال بکنید از طریق بنری که دارید میبینید از ما حمایت داشته باشید نکته ای ندارم خاک پای همه رفقا هستم خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر